ما در قسمت ابتدایی به تعریف این اصطلاحات اولیه بپردازیم تا توی قسمت‌های آینده که به مسائل پیچیده تر آردوینو میپردازیم در زمینه درک این مفاهیم شما مشکلی رو نداشته باشید. بر همین اساس و مبنا قسمت اولیه سری مجموعه آموزش استفاده از بورد آردوینو رو در خصوص تعریف مدار الکتریکی قرار دادیم و یک دستبندی بسیار خلاصه و کوتاه رو در زمینه کاربرد مدارهای الکتریکی برای شما ارائه می‌کنم. اگه بخوایم یک تعریف ساده ای از مدار الکتریکی رو برای شما داشته باشیم میتونیم مدار الکتریکی رو یک مسیر بسته ای تعریف بکنیم که امکان عبور جریان الکتریکی در اون فراهم باشه حالا این مسیر بسته میتونه قطعاتی رو شامل بشه از هادی نیمه ها و هادی ها میتونه مواردی رو داشته باشه در هر صورت یک مسیر بسته هستش که شما میتونه جریان الکتریکی رو در آن فراهم بکنید و ایجاد بکنید حالا این مداری که خدمتتون تعریف کردیم انواع متفاوتی داره که ما بر حسب حوزه کاربرد اونها این انواع رو میتونه به این صورت هایی که خدمتتون ارز میکنم دست بندی بکنیم ما مدارهای الکتریکی رو داریم مدارهای الکترونیکی رو میتونیم تعریف بکنیم مدار مخابراتی مدار مغناطیسی و مدار الکترومغناطیسی توی بحث حوزه کاربرد مدار مغناطیسی و مدار الکترومغناطیسی که همون تعریف مدار الکتریکی هستن فقط امکان برقراری شار مغناطیسی در اونها هستش چون هیته کاری ما در این زمینه بسیار محدود هست با به تعریف این قسمت ها نمیپردازم می‌روم سراغ مدارهای مخابراتی الکترونیکی و الکتریکی مدار مخابراتی مدار برای ارسال و دریافت اطلاعات که هم می‌تونه الکترونیکی باشه و هم می‌تونه الکتریکی باشه پس از بین تعریف گفته شده و انواع مدارها بر حسب حوزه کاربرد ما به دو مورد مدار الکتریکی و مدار الکترونیکی میرسیم که تعریف مدار الکتریکی و اگه بخوایم خدمتتون عرض بکنیم در ابتدای کار که همون معنی تعریف مدار رو داره یعنی امکان عبور جریان الکتریکی تو اون موجوده و اینکه داخل اون مدار ما از قطعات الکتریکی استفاده میکنیم قطعات الکتریکی قطعاتی مثل سلف و مقاومت و خازن هستن که اگه با این قطعات آشنایی ای ندارید توی قسمت های آینده در موردش به صورت اختصار صحبت هایی رو ما خواهیم کرد مدار الکترونیکی دقیقا همون تعریف مدار رو داره امکان عبور جریان الکتریکی در اون وجود داره یک مسیر بسته هستش فقط داخل این مدار الکترونیکی در کنار قطعات الکترونیک الکتریکی ما قطعات الکترونیکی هم استفاده میکنیم حالا قطعات الکترونیکی که یکی از پرکار بودتن قطعات رو میتونیم خدمتون مثال بزنیم آی سی ها هستن حالا آی سی ها دقیقا چیانو به چه صورت هستن توی قسمت های آینده در مورد ای صحبت میکنیم پس یه جنبندی کلی داشته باشیم ما برای این قسمت ما مدار رو تعریف کردیم یه مسیر بسته یکی حالا شما میتونید شار مغناطیسی یا جریان الکتریکی رو در اون ایجاد بکنید و فراهم بکنید. انواع متفاوتی داره که نوع الکتریکی اون داخلش قطعات الکتریکی مثل سلف و خازن استفاده شده، نوع الکترونیکی اون در کنار قطعات الکتریکی، قطعات الکترونیکی مثل آی سی هم وجود داره. مدار مخابراتی هم که همون مدار الکتریکی الکترونیکیه که برای ارسال و دریافت اطلاعات هستش. مدار مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حوزه کاربرد و استفاده ما فعلا قرار نداره